کنفرانس بن زیربنا و سنگبنای افغانستان پس از طالبان بود. جمهوری اسلامی ایران همسایه غربی افغانستان در تشکیل این کنفرانس و با وجود آمدن حکومت پس از طالبان نقش بزرگی بازی کرد. اکنون پس از 17 سال از ایجاد حکومت تازه در افغانستان، وضعیت سیاسی و امنیتی هنوز هم با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این اواخر گزارش‌های از مقامات رسمی افغانستان تا مقام‌های آمریکایی منتشر می‌شوند که ایران را متهم به دست داشتن یا تماس داشتن با طالبان می‌کند. حالا جمهوری اسلامی ایران با عنوان یکی از همسایه‌های قدرتمند افغانستان در معادله صلح جنگ افغانستان چه تأثیری دارد و چه نقشی را می‌تواند در جنگ صلح افغانستان داشته باشد؟ در همین رابطه در این گفتگوی ویژه میزبان دکتر سید علی نقی کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. سپاسگزار آقای دکتر از این که فرصت گفتگو برای ما دادین. بین بحثمان را از زمان ماموریت شما به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آغاز بکنیم که در افغانستان پس از طالبان ایران به عنوان یکی از همسایه‌های بسیار قدرتمند افغانستان در تشکیل حکومت و تشکیل نشست بن نقش بازی کرد. ایران در اون زمان چه اهداف را دنبال می‌کردند؟ چقدر اون اهداف در خصوص افغانستان برآورده شد؟ ایران یک عامل بسیار مؤثری بود در ساختارسازی در افغانستان و کمک به حل مشکل افغانستان و همکاری کرد با جامعه بین‌الملل به خصوص آمریکا برای اینکه افغانستان موفق بشه که دولت جدیدی رو تشکیل بده. علت اینکه ایران وارد این پروسه شد این بود که افغانستان همسایه ایران هست و هر گونه تحولی در افغانستان تأثیر مستقیم داره بر ایران و تحولات افغانستان همواره یکی از موجبات نگرانی ایران بوده و هرچه آرامش، ثبات و امنیت در افغانستان برقرار بشه در واقع اطمینان و خاطر به ما در ایران میده که همسایه با ثباتی داریم و مشکلی از جانب اون همسایه برای ایران تصور نمیشه. واقعا افغانستان از نظر ایران تحت اشغال امریکا هست؟ ببینید امریکایی ها 16-17 ساله که الان در افغانستان هستن و نهایتا بایستی که افغانستان رو رها بکنن و بسپارن به خود مردم افغانستان با دولت مقتدر و قوی که انشالله دولت افغانستان، ملت افغانستان داشته باشن. اون زمان که ما همکاری میکردیم در قالب کنفرانس بن و طبیعتا نقش بسیار موثری رو داشتیم، آمریکایی‌ها بعد از اون ایران رو محور شرارت خواندن و از اون موقع به رغم همکاری که با آمریکایی‌ها داشتیم شروع کردن به فشارهای بیشتر به ایران، تحریم ایران و همچنان ادامه داره این تحریم. ما طبیعتاً از اینکه آمریکایی‌ها در افغانستان مستقر هستن خوشحال نیستیم و فکر می‌کنیم که اهداف خاص خودشون رو اونها دنبال می‌کنن. این اهداف خاص چی می‌تونه باشه؟ در صورت آمریکا رقابت داره با کشورهای بزرگ و حضورش در افغانستان میتونه تهدیدی تلقی بشه برای روسیه، برای چین و برای ایران. شما از دولت مقتدر در افغانستان یاد کردین. با توجه به عملکرد 17 ساله آمریکایی ها در افغانستان و نبود زیربناها، زیرساختهای اساسی در افغانستان، شما اطمینان دارین که در نبود آمریکایی ها و جامعه جهانی در افغانستان این دولت دوام بیاره؟ ببینید اگر که صلحی در افغانستان رخ بده که الان جز سیاست‌های دولت هست و خواسته مردم افغانستان هست که مصالحه‌ای با طالبان انجام بگیره، در واقع تهدیدات عمده‌ای از افغانستان زائل میشه و در اون صورت دیگه نیازی به این نیستش که بیگانگان بخوان در افغانستان باشن. این در شرایطی رخ میده که دولت بسیار قوی باشه، مقتدر باشه و بتوانه این رو با قدرت پیش ببره و مجلسی تشکیل بشه برخواسته از اراده مردم با مشارکت همه و همچنین دولت بسیار قوی. و ما هم خواهان این هستیم و
مسلماً به دولت افغانستان کمک خواهیم کرد در این راستا که بتوانه بر سرنوشت کشور افغانستان مسلط باشه و مشکلات افغانستان رو حل بکنه. اما آنچه که تعبیر از حضور ایران در کنار افغانستان و برخوردش با افغانستان در افغانستان صورت میگیره این است که مداخله صریح و آشکار داره ایران در مسائل افغانستان در این روزها. اگر ایران افغانستان مقتدر میخواهد، پس چرا این فرصت های مداخله را با اجازه مداخله خود میده؟ ببینید، ادعا خیلی ساده است، هر کسی میتونه ادعا بکنه و ادعاهایی که بیگانگان میکنن برای توجیه حضورشون در اینجا هست و توجیه کاری که انجام میدن. ولی ما با دولت افغانستان در تماس هستیم و اگر تماسی هم با طالبان داریم در جهت سیاست دولت افغانستان هست. خود دولت افغانستان در پی مذاکره و مصالحه با طالبان هست و بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتونه در این راستا در تماسهایی که داره احیانا با طالبان کمک بکنه به چنین سیاستی. طالبان که مخالف منافع ایران بودند در زمانی که شما وزیر خارجه بودین و اونها افغانستان را اشغال کرده بودند، تا سرحدی که 9 تن از دیپلمات‌های ایران را در مزار شریف در حمله‌شان به شهادت رسانیدند، با توجه به اون تضادی که بین ایران و منافع ایران با طالبان وجود داشت، چطور شده به یک بارگی حالا این روابط به نوعی به دوستی تبدیل میشه یا بالاخره به ارتباط ها تبدیل میشن؟ مثلا خبرهای وجود دارند که مقام های طالبان در ایران خانه دارند، زندگی میکنند. خب این که اگر که همچین ادعایی است، باز اسناد و مدارک شما مثلا یک سندش برگشت اختر منصور رهبر پیشین طالبان از ایران و کشته شدنش در مسیر ایران پاکستان میتونه باشه؟ ببینید، اولا ما ارتباط با طالبان نداریم، تماس داریم با طالبان، حمایت از طالبان نمی کنیم، بلکه راه مذاکره و گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان در واقع پی می گیریم و این خیلی فرق میکنه با اینکه ما بخوایم از طالبان به عنوان یک نیروی معارض در اینجا استفاده بکنیم که علیه دولت و علیه آمریکایی ها بخوان اقدام بکنن. مادامی که آمریکایی ها در خاک افغانستان یا دیگران نخوان سوء استفاده بکنن و علیه ما اقدامی بکنن، ما همین روش رو ادامه خواهیم داد. تو اکنون به نشانه های از مداخله از خاک افغانستان به ایران را شما دریافت کردین و دولت افغانستان را عمل کردش چقدر برای شما قابل قبول است با توجه به حضور کشورهای جهان در افغانستان و اونان همکاران افغانستان؟ ما از این خوشحال نیستیم که کشورهای بیگانه در خاک افغانستان هستند که همسایه خوب ماست و تمام تلاشمون بر این هست که افغانستان بتوانه سرانجام امور خودش رو خودش اداره بکنه، نیازی به حضور بیگانگان در اینجا نداشته باشه و کشورهای همسایه حمایت بکنن و کمک بکنن به افغانستان که بتوانه توسعه لازم رو چه در جهت دموکراسی چه در جهت توسعه اقتصادی. مشخصا اگه برگردیم به حضور آمریکا در افغانستان، حضور آمریکا چقدر خطرناک بوده برای ایران و چه مداخلاتی از خاک افغانستان به ایران متوجه بوده در این مدت؟ ببینید، رقابت بین کشورهای امر طبیعی است، هر کشوری بالاخره منافع خاص خودش رو داره و در راستای تحقق اون منافع اقداماتی میکنه، ممکنه که اینها در رقابت با سایر کشورها باشه. اون چیزی که مهمه در مورد افغانستان اینه که همه همسایگان و جامعه بین الملل کمک بکنن به استقرار صلح و امنیت در افغانستان، نخوان از خاک افغانستان علیه دیگری استفاده بکنن، این بسیار مهمه. افغانستان استفاده شده تا اکنون از نظر شما در برابر کشورهای همسایه از طرف کودتای بزرگ؟ ما بسیار نگران آینده هستیم، مخصوصا با ظهور داعش در افغانستان زمینه مداخله بیشتر خواهد شد و لذا گفتگوهامون رو داریم ادامه میدیم با دولت افغانستان که چگونه میشه از چنین تهدیداتی در آینده جلوگیری کرد. داعش تا ایران به عنوان یک تهدید به خود میپنداره، در حالی که آقای گلبدین حکمتیار یکی از رهبران جهادی و پرنفوذ افغانستان ایران را چندی قبل متهم کرد به ترانزیت داعش به افغانستان. خیلی این غیر منطقی است این سخن، چون ایران در سوریه و عراق با داعش جنگید و
یکی از عوامل مهم شکست داعش در واقع حضور ایران به دعوت دولت سوریه و عراق در اون منطقه بود که داعش شکست خورد. ما خون زیادی برای مبارزه با داعش به عنوان یک نیروی مخرب و خطرناک دادیم. این هیچ منطقی نیست که بخوایم به داعش کمک بکنیم که بیاد در همسایگی شرق ما و از اینجا باز مزاحم ما باشه. این که حرف منطقی نیست. اهدافی که افراد دارن و سخنانی که میگن بایستیدش که زیربناش چیه و چه بسا به یک دلایل دیگه ای این مواضع رو اتخاذ میکنن. شنوندگان هستن که بایستی که ببینن که چقدر اصلا منطقی است چنین حرفی. ما هیچ کمکی به داعش مسلماً نخواهیم کرد. بسیار خوب. آنچه که ایران به عنوان یکی از کشورهایی که همواره نگرانیش از حضور داعش در منطقه ابراز کردن، چقدر خطرهای داعش افغانستان را تهدید میکنه و از طریق افغانستان منافع ایران را تهدید میکنه؟ ببینید، داعش و امثال داعش میتونن ابزار قدرت ها باشن، چنان که در سوریه و عراق این گونه بود. ببینید، ائتلاف غرب که برای این تشکیل شده بود با همکاری برخی از کشورهای منطقه برای اینکه با داعش مبارزه بکنن، عملا کاری نتونستن بکنن. اطلاعات ما حاکی است که به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری زیادی کرد در مبارزه با داعش، آمریکایی ها در مراحلی به داعش کمک میکردن، رهبران اونها رو با هلیکوپتر منتقل میکردن به نقاط دیگه، براشون سلاح از هوا ارسال میکردن و این نشون میداد که اسناد مدارک وجود داره در دست. بله بله، استفاده ابزاری میکردن از داعش. برای چی؟ برای رسیدن به اون اهداف استراتژیکشون. ما نگران این هستیم که در افغانستان هم چنین وضعی رخ بده که بتونن از استفاده ابزاری بکنن از داعش علیه کسانی که کشورهایی که در این منطقه هستن، مثل روسیه، چین و ایران. در پیوند به بحث داعش بهم توجه به چگونگی ایجاد لشکر فاطمیون داشته باشیم. لشکر فاطمیون که در سوریه جنگ میکنن و اینها به خاطر منافع ایران جنگ میکنن و از مهاجرین، نه به خاطر منافع ایران جنگ نمیکنن، به خاطر اعتقادشون جنگ میکنن. و در جمع اینها افغانهای مهاجر هم هستن که انتقادهای بسیار زیادی را در سطح افغانستان ای در پی داشته. اینها با چه عنوان فرستاده میشن اونجا؟ با پاسپورت های افغانستانی یا ایرانی؟ ببینید، کل کسانی که در سوریه حاضر شدن و در عراق برای کمک به دولت های سوریه و عراق داوطلبانه شرکت کردن، نه تنها افغان ها بلکه ایرانی ها. ما کسی رو به عنوان اجبار به افغان به سوریه نفرستادیم. اما گزارش هایی که ما داشتیم حاکی از این مسئله بود، اونهایی که خانه نداشتن، جا نداشتن، اقامت نشستن و زندگی کردن به ایران را نداشتن، در بدل همین مسائل گویا اونها ترغیب شدن. نه خیر، اتفاقا به عکس هست. کسانی که زندگی داشتن و رفاه داشتن، اینها به دلیل اعتقادشون و به دلیل باورهاشون. اینها چگونه فرستاده شدن؟ در مورد فرستاده شدنشان شما بگوین. به شکل قانونی رفتن با شناسنامه های ایرانی و پاسپورت ایران، یا اینکه به شکل غیر قانونی رفتن؟ ببینید، وقتی که با دولتی شما از شما دعوت میکنه که کمک بکنید، خب طبیعتاً تمهید این کاراش هم اون دولت خواهد کرد و بنابراین مخفیانه و به صورت قاچاق که نرفتن اونجا که حالا بخوان شناسنامه یا گذرنامه قاچاقی رو تهیه بکنن. نه، یعنی چیز ایرانی رفتن روشن و صریح بوده که در واقع رسمی بوده، از طرف دولت اونها حمایت شده و از طرف دولت اونها استقبال و دعوت شده و بنابراین مراتب خودش رو. مشخصا در خصوص مهاجرین افغان در ایران، اینها با چه هویتی رفتن اونجا؟ حالا من نمیدونم دقیقاً با پاسپورت خودشون رفتن، با پاسپورت اصلا بی پاسپورت رفتن. اینا ترتیباتی است که ترتیبات امنیتی است که بین نیروها و خود دولتین عراق و سوریه برقرار شد.
در خصوص صلح افغانستان برمی‌گردیم یک بار دیگر. آنچه که شما گفتین ایران رابطه نداره با طالبان اما تماس داره، اون هم به خاطر منافع خودش و هم به خاطر منافع افغانستان. تا اکنون نقش را که در سال 2000-2001 در کنفرانس بون ایران بازی کرد، انتظار بود در افغانستان، انتظار است بازی بکنه، بازی نکرده ایران. در خصوص نشست‌های کلانی که میزبانی بکنه از طالبان یا از صلح افغانستان، آنچه که در تاشکند جریان داره امروز، آنچه که در اندونزیا یا در افغانستان، واقعا شما چقدر میتونین با استفاده از نفوذی که بر طالبان دارین با اون تماسا بر صلح افغانستان تاثیر گذار باشه؟ این درست نیست که ایران مشارکت نکرده. در تمام این روندها، چه روند کابل چه تاشکند، ما شرکت داریم در سطوح مناسب. و اگر که زمینه رسیدن به توافقی باشه در این قالب‌ها، کوتاهی نخواهیم کرد برای اینکه کمک بکنه به صلح و امنیت افغانستان. منتها پیچیدگی‌های زیادی وجود داره در صحنه افغانستان و رسیدن به راه حل کار ساده‌ای نیست. و ویلا اگر که هر کدام از این مکانیزم‌ها حداقل بتوانن چند مورد از این پیچیدگی‌ها بپردازین که مشکل را بیشتر ساختن. منافع کشورهای مختلف برای اهداف خاص خودشون الزاماً در جهت منافع افغانستان، یعنی ثبات و امنیت افغانستان نیست. هر کدوم در جهت منافع خودشون اقداماتی میکنن و اینا متضاد با هم. آنچه که افغانستان به عنوان پروسه صلح در دست داره، آجندای صلحی که افغانستان ترتیب داده، به مسیر درست میره از نظر ایران؟ عرض کنم که ببینید، دولت افغانستان داره تلاش میکنه و همینم که میخواد با طالبان مذاکره بکنه و اونها رو تشویق بکنه که بیان بخشی از حاکمیت بشن در افغانستان، مورد حمایت ما هست. منتها چقدر موفق بشه که این کار رو بکنه، باید دیدش که چقدر عملی است. این نیاز داره به حمایت همه. ایران کاملا آمادگی داره که از تماس‌هاش با طالبان استفاده بکنه برای اینکه این محقق بشه. ولی الزاماً باستی دیگران هم آیا چنین برنامه‌ای دارن، چنین موضعی دارن یا ندارن؟ اگر در این روندهایی که هست همه به این نتیجه برسن که بایستی که از دولت افغانستان حمایت بکنن تا صلح برقرار بشه، طبیعتاً محقق خواهد. بسته پیشنهادی که در پروسه کابل برای طالبان داده شد، از طرف طالبان خیلی هم استقبال نشد. چراغ سبزی از آدرس طالبان تا اکنون دیده نشدن، در حالی که حکومت افغانستان ظاهرا پیشنهاد بسیار خوبی کرده بر اساس تحلیلی که صورت گرفتند. تماسی که شما دارین حاکی از چی است؟ برای طالبان ارزنده بوده این پیشنهاد؟ قابل لمس است؟ طالبان گروه های مختلف هستند. موازهشون یکسان نیست. بعضی از گروه های طالبان خب خیلی مواضع سخت و سنگینی دارن، بعضی ها آمادگی مذاکره دارن. در مجموع زمینه فراهمتر هست نسبت به گذشته که چنین مصالحه‌ای انجام بگیره. منتها در این حال خب طالبان مواضع خودشون رو دارن و ایستادگی هم میکنن بر مواضع خودشون و از جمله اون مسئله حضور نیروهای بیگانه در خاک افغانستان هست که خب انتظار دارن که تکلیف این قضیه بالاخره روشن بشه در هر گونه روندی که پیش میاد. با توجه به پیچیدگی های سیاسی که شما هم به اشاره کردین و حضور خارجی ها در افغانستان، ایران چه نقشی را میخواهد داشته باشه که برش داده نشده یا اون نقش اکنون در دسترس نیست برای ایران؟ ما فکر میکنیم هرچه دولت افغانستان قوی تر باشه، بتوانه مقتدرانه عمل بکنه و حمایت بشه از طرف همسایگان، به اون روز نزدیکتر خواهیم شد که صلح و ثبات در افغانستان مستقر بشه. در این راستا ما نهایت همکاری رو داریم و انشاءالله ادامه خواهیم داد. در شرایط فعلی انتظار مردم افغانستان ظاهرا این است که اگر ایران واقعا نقش کلان را میتونه بازی بکنه، یک نشستی را، یک برنامه ای را برگزار بکنه که تحول را به افغانستان شاید باشه و تغییر بیاره. اگر که بازی مکانیزم بین المللی تشکیل بشه برای آینده افغانستان که جدی باشه و همه بتونن با هم همکاری بکنن
برای استقرار صلح و امنیت در افغانستان خب شرایط جدیدی پیش میاد که طبیعتاً ایران هم همکاری خودش رو انجام خواهد. اکنون سطح روابط و مناسبات دیپلماتیک و سیاسی افغانستان با ایران مورد قبول ایران است و برایشان قابل توجه است با توجه به حکومت آقای کرزی؟ قابل قبول هست و اتفاقاً مذاکرات خوبی الان داره با دولت افغانستان انجام میگیره برای نوشتن یک سند جامع همکاری در قالب 5 کمیته که این مذاکرات داره به خوبی پیش میره و انشالله اگر که این سند آماده بشه و به امضا برسه مبنای همکاری بیشتر خواهد بود بین ایران و افغانستان. شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های مطرح و برجسته ایران در گذشته کار کردین و اکنون هم در راستای تحکیم مناسبات افغانستان ظاهرا سفر به افغانستان داشتین، در خصوص محتوای این سفر شما اگر قرار بگیریم. ببینید ایران نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به تحولات افغانستان و برای اینکه از تحولات افغانستان کاملا مطلع باشه بایستی که سفر انجام بگیره، گفتگوها انجام بگیره تا برداشت صحیحی نسبت به تحولات حاصل بشه. نمیشه در تهران نشست و از اونجا صرفا با تحلیل به نتیجه رسید. سفر من بر همین قضیه هست که من بیام از نزدیک با چهره‌های مختلف صحبت بکنم، ببینم که چگونه فکر میکنن نسبت به مشکلات، حل مشکلات، آینده افغانستان، تا اینکه بشه راهبردی رو تنظیم کرد در راستای منافع بین دو کشور. این مذاکرات شما مشخصاً به چه محورها استوار هستند؟ مذاکرات ما با آقای رئیس جمهور و آقای دکتر عبدالله مسئول اجرایی کشور، با رئیس جمهور سابق آقای کرزای، با آقای وزیر خارجه و افراد مختلفی که در دولت نیستن، تا اینکه در مجموع ببینیم که چه مسائلی در افغانستان وجود داره از جهت برقراری صلح، از جهت آینده تهدیداتی که حضور داعش در اینجا ممکنه که ایجاد بکنه، از جهت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور. خب می‌دونید که ایران سرمایه گذاری خیلی زیادی الان در چاه بهار کرده و اون مسیر کمک بسیار زیادی از نظر توسعه اقتصادی به افغانستان خواهد کرد. چابهار چقدر میتونه پیوند بزنه افغانستان را با ایران، آسیای مرکزی و جنوب آسیا و منافعی را که از نگاه اقتصادی افغانستان ایران در چابهار دارن در چه سطح میشه تفسیر کرد؟ مثلا چابهار نقش بسیار مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت و مسیر چابهار به شمال به آسیای میانه طبیعتاً موجب توسعه در آسیای میانه خواهد شد و اون چیزی که مربوط به افغانستان هست، خب دسترسی افغانستان رو به دریا در چابهار فراهم میکنه. دکتر سید علی نقی کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم که فرصت گفتگو دادید. خیلی متشکرم. ممنون از شما.